بله، ما هممون لایف هستیم. با سلام به همگی، با سلام به دوستان عزیز و خیر مقدم به تمام کسایی که امروز حضور دارن و به مهمون عزیزمون از کانادا و دیوی جان از آمریکا، ملین جان از استرالیا، سیدنی و خودم همچنین از سیدنی هستم. ما این لایومون رو با توجه به موضوع اخیری که واقعا ما رو درگیر خودش کرده، مسئله کاریمون، بیزینس اخیرمون، این لایومون رو میخوایم دامن بزنیم و مسئله شروع کنیم و صحبت هایی هستش که لازم میبینیم تو این لایو مطرح بشه که دوستانی که علاقه من هستن از این به بعد به گروه ما بپیوندن و اگر مسئله هم دارن با دوستان عزیز در میون بگذارن و بتونن این مسائل رو، یعنی واقعا اگر علاقه من هستن وارد این سیستم بشن. اجازه بدیم من با معرفی دوست عزیزم از کانادا شروع بکنم که مهمون عزیزمون هستن، دکتر زهرا حسینی هستن ایشون که زحمت کشیدن. الان البته نگفته نباند که الان ساعت 12 تورنتو هست که ایشون واقعا زحمت کشیدن و قبول کردن و من از ایشون خواهش میکنم که خودشون رو معرفی بکنن و دیگه بقیه صحبتم به ایشون میسپارم. سرجان خواهش میکنم. خواهش میکنم. خیلی ممنون کتی جان از دعوتتون، بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز، کسایی که لایف ما رو تماشا میکنن و کسایی که ریپلی این لایف رو میبینن. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشین. من زهرا هستم، جنرال دنتیست هستم و در تورنتو کانادا مشغول به کار هستم. امشب در خدمتتونم. من اینجا الان ساعت 12 شب هست به خاطر هماهنگی که ما در واقع خواستیم با دوستان استرالیا و همچنین دوستمون از امریکا آقای دیوید داشته باشیم. این ساعت افتاد به تورنتو که ساعت 12 شب هست، ولی اشکالی نداره. به هر حال این بیزینس ما که در موردش میخوام صحبت بکنیم بیزینس اینترنشنال هست و به هر حال با تایمزون های متفاوت ما با هم در حال کار کردن هستیم. من حدود 16 ساله که کانادا هستم و حدود 10 ساله که حدود 9 ساله که آفیس دندانپزشکی خودم رو دارم و مشغول به کار هستم. تورنتو با دخترم که در 22 سالشه و پسرم که 11 سالشه زندگی میکنم. حدود 4 ساله که از همسرم جدا شدم و بعد از کووید اکچولی چیزی بود که من رو به این واداشت که در واقع به فکر این باشم که بیزنس دومی داشته باشم. کووید در واقع همه ما رو یه تلنگری زد و به این شکل باید به فکر این باشیم که همیشه نمیتونیم پروفشنی که داریم رو ران بکنیم. و این بود که از یکی دو سال پیش من این بیزنس رو شروع کردم و all over the world در واقع با پارتنرهای عزیزمون در حال کار کردن هستیم و لایو میتینگ داریم و اینفورمیشن کافی رو به همه افرادی که اینترستد هستن میدیم. من در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم زهر جان از این اطلاعات جامعی که دادید. واقعا برای دوستانی که باش چهرش ما آشنا نیستن این اطلاعات واقعا لازم بود. حالا من سعی میکنم که از بقیه دوستان خواهش میکنم که خودشون معرفی کنم، البته نه به کاملی زهرا جون چون ایشون حق تقدم داشتن، بقیه مجبورن. ما چهره شناخته شده هستیم کم و بیشتر استرالیا. دیوی جان بفرمایید. خواهش میکنم شما از آمریکا، شما واقعا همین دیر وقت شما از با تشکر بسیار زیاد از اومدنتون بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و همه بینندگان ما که حاضرن یا بعدن ریپلی این ویدیو رو خواهند دید. من دیوید هستم از آمریکا. 14 سال مهاجرت کردم. یه دختر بچه 5.5 ساله دارم. با خانمم اینجا زندگی میکنیم. لب تک هستم پروفشنالی و در کنار این کار پروفشنالم این کار بیزینس آنلاینم از پارسال شروع کردم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم دیوی جان، خیلی ممنون. معلومه که شما کم و بیش شما بازارجان تو سیستم های مدیکال هستید، یعنی تو اون لاین بله هست منظورمه. بله ما امروز امشب بس که من در اقلیت هم، برای همین جانم خودش معرفی کنه. من بسیار بسیار امروز در امشب در اقلیت هم، ولی مهم نیست بالاخره خوش بکنید. سلام عرض میکنم کتی جو، شما خودتون معرفی نکردی. من بعد شما دیگه، من آخر بودم. من ملورین هستم از سیدنی استرالیا، 8 ساله که اینجا هستم و دانشجو PhD هم. کار دیگه ای در کنار دانشجو بودنم نمی کنم و مدتی هستش که با این بیزینس آنلاین آشنا شدم و مشغول به کار شدم و حالا دوست دارم که کتی جون هم یه بودیدم. من جمعه ای سال گفت شما چه رشته PhD هستی؟ این یه ذره توضیح کوتاه ببخشید، بخاطر اینکه خیلی جالب بود برای من روزی که صحبت کردین ازش. بله، کمیستری و بایومولکولار ساینسز هستش که میشه شیمی و علوم مولکولی و من دارم روی سرطان مغز تحقیق میکنم، اینکه بتونیم به سلولای سرطانی مغز اختصاصا دارورسانی بکنیم با استفاده از نانو پارتیکلا و گیرنده های قندی که روی سطح سلولاشون وجود داره. واقعا دست داره که ایشاله که هم موفق بشیم، چون واقعا دوستان زیادی رو ما سر این مسئله همین 2 سال اخیر از دست دادیم. ایشاله که همیشه موفق بشین. من خیلی به اختصار بگم که کاترین حکمی هستم، در سیدنی استرالیا حدود 4-5 سال زندگی میکنم، مهندس مکانیک هستم، 49 سال پیش رفتم آمریکا، مدرکم رو از آمریکا تو مهندسی مکانیک سیستم فشار قوی گرفتم، بعد به ایران که برگشتم و یه مقدار در آمریکا کارهای پالایشگاه و کارهای ریفاینری و سیستم های بویلر و گس تربین و استیم تربین و اینجور کارها رو انجام دادم در طراحیش و حدود 34-35 سال پیش با شوهرم مهدی حکمی که اونم مهندس ساختمانه اومدیم استرالیا و اینجا ساکن شدیم. البته سفر ما به استرالیا اینجا ساکن بودیم، ولی به خیلی سفرهای خاصی برای سیستم کاری هر دو تامون پیش اومد. در چاینا 5-6 سال زندگی کردیم، کمبودیا 6-7 سال، هندوستان 5-6 سال، بنگلادش، شریلانکا، البته بیسمون استرالیا بود ولی در سفر بودیم، میرفتیم میومدیم و این داستان ها تا قبل از همین مسئله کووید که حالا زرش به نوعی بهش اشاره کرد. ما واقعا برگشتیم به بیسمون و تصمیم گرفتیم، یعنی من واقعا این جریان جلوم به نوعی ظاهر شد و من تصمیم گرفتم که اون جای خالی اون زمانی که ما دیگه در سفر نخواهیم بود رو به این طریق جبران بکنم و واقعا این تصمیم که گرفتم این تصمیم جالبی بود برای اون موقعیتی که قرار داشتیم و خیلی خوشحالم که این کار کردم واقعا. ولی حالا اینکه چگونه این هجرت ما انجام میشه دیگه حالا با دوستان شریک میشه، ببینیم که چطوری این برنامه رو انجام میدن و خواهند داد. بله، من دوست دارم از زهرا جون که مهمون عزیز امشب ما هستن سوال کنم که زهرا جون چه کسایی میتونن وارد بیزنس ما بشن و چه محدودیتی برای ورود افراد به این بیزنس وجود داره؟ کیا نمیتونن وارد بشن؟ بفرمایید. خواهش میکنم. این بیزنس ما در واقع بیزنس اینترنشنال و گلوباله و همه افراد با هر بک‌گراند شغلی که داشته باشن، با هر اکسپریانس و تجربه‌ای که داشته باشن میتونن وارد بشن و با وجودی که اینترنشنال هست ولی از 2 کشوری که وجود داره و این مسئله به نظر من نشون میده که تحریم ها چیزی است که جلوگیری میکنه از انجام دادن این بیزینس و این خودش نشون دهنده این هست که این بیزینس قانونی است، برای اینکه وقتی تحریم باشه یک کشور اگر این بیزینس قرار باشه قابل انجام باشه، خب something is it. چه کسایی میتونن انجام بدن؟ همه افراد همونطور گفتم با همه بک‌گراند ها میتونن انجام بدن، فقط اینکه باید بالای 18 سال باشن و اجازه کار داشته باشن و باز مسئله اجازه کار داشتن نشون میده که این بیزینس قانونی است و هر کسی نمیتونه این بیزینس رو انجام بده، باید اجازه کار داشته باشن. وگرنه مسئله اینکه
همه افراد با همه بکگراند ها و بدون تجربه قبلی برای بیزنس، بدون تجربه قبلی برای کار با میتونن این رو فراهم میکنه و به اصطلاح به شکل جامع همه میتونن در هر زمینه شغلی که هستن این کار رو در کنار کارشون انجام بدن. و چه بسا ما میبینیم که بسیاری از بیزنس پارتنرامون که در کنار کارشون این کار رو شروع کردن بعد از مدتی به دلیل مزایای زیادی که ازید کردن و دیگه به طور فول تایم دارن این بیزنس رو انجام میدن و از اون لذت میبرن. این توضیح بود که در مورد این که چه مرسی. حالا میخوام که اگه میشه کسی جون یکم بیشتر توضیح بدن که چرا از ایران و افغانستان مشخصا نمیشه این بیزنس رو انجام داد و کشورهایی که مثل ایران با توجه وضعیت اقتصادی و سیاسی که در دنیا وجود داره، مخصوصا قسمت های میدلیست اگه حساب بکنیم، واقعا اصلا مسئله با سانکشن و مسائلی که الان وجود داره اصلا مبادلات اقتصادی از طریق بانک ها انجام نمیشه. یعنی شما الان از طریق به صورت قانونی شما نمیتونی هیچ گونه ارتباط اقتصادی و بانکی داشته باشید با کشورهایی مثل مثلا افغانستان، مثل مثلا ایران و غیره. و چنین که الان که ترکیه و ثبات اقتصادی بهتری داره اخیراً سایت همین کمپانیایی که مثلا در ارتباط با ما هستن به نوعی و کارهای بیزنسی رو انجام میدن تونستن یه برنچ اونجا باز بکنن. یعنی این وضعیتی هست که متاسفانه گریبانگیر ایران هست و افغانستان، و من این رو مطمئن هستم اگر روزی این مسئله حل بشه سیل جوانان و دوستانی که میخوان به نوعی در این ارتباط قرار بگیرن به پروژه ما و ممکنه خیلی جاهای دیگه، من حالا نمیگم تا چقدر پیش میره، امیدوارم که بیشتر به قولی ملیونجی که دیشب میگفتش که بهترین آپشنشون همین جا هست، همین بیزنس هست، روان بشه. ولی واقعیت این که اصلا همچی امکانی در حال حاضر وجود نداره. ولی این که چرا نمیتونن این کار بکنن، واقعا یکیش این مسئله هستش. یه سری مسائل مثلا ممکنه مسئله زبان باشه که البته یاد باشه چه کار الان ما با وبینارهایی که الان اخیرا اومده مسئله زبان رو تا حد بسیار زیادی حل کردیم. مثلا برای یه دوستانی که البته خارج از ایران هستن دارم میگم، الان مسئله زبان کاملا مسئله حل شده ای هستش. یعنی تا حد خیلی زیادی، تا 90-95% اگر بگیم یه بیسیک زبانی بلد باشن دیگه برای بقیه کافیه. بله، حالا با توجه به توضیحاتی که خانم دکتر دادن و کتی جون دادن، آقای دوی شما بفرمایید که آیا این بیزنس محدودیت سنی داره و به این مسئله زبان هم میتونید اشاره بکنید و توضیح بدید که میتونید توضیح بدید که تا چه حدی لازمه که انگلیسیشون خوب باشه افراد که وارد این بیزنس. من عرض کنم خدمتتون که این محدودیت سنی اینه که باید سن قانونی داشته باشه. هر کسی که وارد این کار میشه حتما باید سن قانونی کشوری که توش زندگی میکنه رو داشته باشه. حالا تو آمریکا فکر کنم که 28 تو ببخشید 18 تو اکثر کشورها 18 سال سن قانونیه. بعضی کشورها هستن که 17 سال سن قانونی حساب میکنن. باید سن قانونی داشته باشه کسی که وارد این بیزینس میشه. بعدش دیگه الا ماشاءالله برو بالا، تا 85 سال داریم ما توی این بیزینس. ما جدا داریم کسایی رو داریم که 85-86 سالشونه و دارن این بیزینس رو انجام میدن و موفقم هستن. با تجربه آدم میبینه که کار خوبم دارن کار میکنن. سوال بعدیتون چی بود ملو اینجا؟ اگر دوست دارین در مورد این که تا چه حد لازمه که زبان انگلیسی افراد خوب باشه وارد این بیزنس بشن توضیح بدید. من میخوام بگم که ما ویدیوهای فارسی درست کردیم. ترینینگ های ما انگلیسی بیسته. ترینینگ ها خیلی ساده است. به سادگی چیزیه که مثلا یک بچه دبیرستانی یا راهنمایی به قول خودمون بگم میتونه بفهمه چی میگه اگر انگلیسیش خوب باشه. ترینینگ های 5 دقیقه 10 دقیقه حوصله آدم رو سر نمیبره. به سادگی توضیح میدن اینا همه به زبان انگلیسیه.
ما اومدیم گروه این کامیونیتی فارسی زبان ما اومدیم یک تعدادی از این ترینینگ ها رو به فارسی ترجمه کردیم و خودمون اجرا کردیم همونطور که توی ترینینگ اصلی هست و اینا رو میتونیم ارائه بدیم به کسایی که وارد بیزینس میشن. با این حال من ترجیح میدم کسایی که وارد بیزینس میشن حتما انگلیسیشون حداقل متوسط به بالا باشه، چون ما هر چقدر هم که کاور بکنیم ویدیوها رو انقدر ترینینگ ها مفصله و این 7-8 تا پلتفرم الان داره اضافه میشه اینا کاور میکنن، خیلی زیاده ویدیوهای انگلیسی. علاوه بر این که خب ما این ویدیوهای ترینینگ رو داریم، ما هر هفته جلسات گروهی داریم با فاندرهای این بیزینس و با کسای دیگه که تجربه زیادی دارن توی این بیزینس، یک به حساب مدت طولانی توش هستن، تجربیات خیلی زیادی دارن، موفقیت های زیادی دارن، راه های روش های مختلفی رو پیدا کردن برای اینکه این کار رو خوب انجام بدن، موفق بشن تو این کار. اینا میان هر هفته 3 بار در هفته حداقل به زبان انگلیسی رو ارائه میدن. کسایی که میان توی بیزینس ما میتونیم ترینشون بکنیم که کار رو یاد بگیرن، ولی برای اینکه این مستر مایند ها رو ببینن استفاده بکنن باید انگلیسی بدونن، باید متوسط به بالا انگلیسی رو متوجه بشن وقتی گوش میکنن. برای همین من توصیه اینه که کسایی که میخوان بیان توی این بیزینس انگلیسیشون رو تقویت کنن. انگلیسی خب زبان ساده ایه. یاد بگیرید، انگلیسی کاری نداره که یاد گرفتنش، من فکر کنم از ترکی خیلی راحت تر انگلیسی یاد گرفته. برای همین من فکر میکنم که انگلیسی لازمه. انگلیسی اینجوری نیست که بگیم بدون زبان انگلیسی هم میشه این کار کرد، میشه همه ترینینگ ها رو انجام داد، یاد گرفت و مستر مایند ها رو شرکت کرد. نه، برای اینکه حتما برای اینکه مستر مایند ها رو ببینید و چیزهای خیلی زیادی تو مستر مایند ها هر هفته ارائه میشه، شما برداشتی بکنید از اون، اپلای کنید رو بیزینس خودتون و بیزینستون رو بهتر بکنید هر دفعه، باید انگلیسی بدونید. این نظر من دوستان عزیز. البته من باهاتون مخالفم، زبان البته چرا نه، باهاتون موافقم، زبان ترکی واقعا سخته، اینو می‌خواستم. سخت داره. من مامانم آذریه و توی مثلا با خواهراشون و با مادرش بعضی وقتا اصلا برای اینکه ما بچه بودیم متوجه نشیم که چی میگن با هم دیگه آذری صحبت میکردن و من بعد از این همه سال هنوز بلد نیستم باهاشون حرف بزنم، یعنی این همه گوشم شنیده، این همه تو محیط بودم نتونستم هنوز یاد بگیرم، ولی انگلیسی رو قشنگ مثل بلبل میتونم. انگلیسی خب ساده تر راحت تر میشه یاد گرفت، مخصوصا که الان خب آموزش های خیلی زیادی هست، کافیه یوتیوب رو سرچ کنید برای آموزش انگلیس، هزاران ویدیو میاد براتون، ولی برای آموزش ترکی سرچ کنید فکر کنم یه دونه پیدا نمیکنید. ولی اینم خواستم بگم که در حد فهمیدن لازمه که انگلیسی رو بدونن، اگر اعتماد به نفس انگلیسی صحبت کردن رو اونقدر ندارن اشکالی نداره، لازم نیست که انگلیسی صحبت بکنن، همونطور که ما الان لایو گذاشتیم و داریم فارسی حرف میزنیم. نه لزومی نداره انگلیسی صحبت کنن، ولی باید متوجه بشن وقتی ویدیو رو میبینن بفهمن. من 1 سال خورده این بیزینس رو رام میکنم، به انگلیسی رام نکردم هنوز. انگلیسی من بد نیست، میتونم صحبت کنم، میتونم خب با مردم انگلیسی زبان کار بکنم، ولی من به انگلیسی کار نکردم، انگلیسی رو کاملا میفهمم. اما بله درست. حالا میخوام از خانم دکتر که مهمون ما هستن اگر نکته یه چیزی به ذهنشون میرسه در این مورد توضیح بدن، و اگر که نه برای عزیزانی که میخوان وارد این بیزنس بشن توضیح بدن که چطوری میتونن وارد این بیزنس بشن و مراحل وارد شدن به این بیزنس چیه. من یه نکته خدمتون میخواستم اضافه بکنم، با اون این در مورد در واقع سابجکت ما توی این لایف هست و اون پاور آف مارکتینگ هست، که میخواستم این رو اضافه بکنم که در واقع این بیزینس از قدرت مارکتینگ آنلاین استفاده میکنه و این مسئله چیزیست که در واقع صدای گویای ما با همه دنیا به این طریق به دنیا میرسه و اون چیزی که ما پروموت میکنیم محصول خاصی نیست، ما
در واقع ادورتایزینگ پکیج ایژوکیشنال رو پروموت میکنیم و اون چیزی که در واقع در هر بیزینسی لازم هست، هر کسی که بیزینس داره و یا هر کسی که برای کسی که بیزینس داره داره کار میکنه به اصطلاح میتونه از این پکیج بهرمند بشه و ما اونچه که پروموت میکنیم و مارکت میکنیم این هست و این پاور آف مارکتینگ چیزیست که بسیار کمک کننده هست برای در واقع یک مینز آف اینکام و راه درآمدی است که میتونیم ازش استفاده کنیم و دنیای آنلاین وقتی که ما آنلاین شاپینگ میکنیم، آنلاین بانکینگ میکنیم، آنلاین لرنینگ میکنیم، چرا که آنلاین ارنینگ چیزیست که در واقع قدرت مارکتینگ آنلاین رو نشون میده. در مورد اینکه چطور افراد میتونن وارد این بیزینس بشن هم همونطور که میبینید میتونن ایمیل ادرسشون رو روی وبسایت و ورکشاپ رو تماشا بکنن که یک آیدیایی بهشون میده و بعد مهمترین قسمتش استپ دوم هست که ترایال هست و این ترایال یک ترایال 30 روزه است که در واقع به معنی انجام دادن این بیزینس به طور آزمایشی نیست بلکه به معنی گرفتن اطلاعاتی است که پابلیک نیست و توی این 30 روز میتونن اون اطلاعات رو به طور اختصاصی بگیرن و تصمیمشون رو بگیرن که میخوان این بیزینس رو انجام بدن یا نه. اسم میشن و مراحل بعدی رو طی میکنن. من این توضیح کوچیک رو در مورد مراحل ورود به این بیزنس بود که خواستم توضیح بدم. Back to بله البته که توی اون دوره 30 روزه که شرکت میکنن علاوه بر اطلاعاتی که به دست میارن یک دسترسی پیدا میکنن به یک گروه خصوصی توی فیسبوک که همه افرادی که توی این بیزنس هستن اونجا عضو و کسی که عضو اون گروه میشه میتونه موفقیت های این افراد رو از نزدیک ببینه و مشاهده بکنه که اینها واقعا آدم هایی هستن که واقعی هستن، درآمد های واقعی دارن. اگر دوست داشتن با اونها هم تماس بگیرن ازشون سوال بپرسن. و اینکه در مورد محصول صحبت کردین، ما لازم استش که یک محصول رو مستقیما بفروشیم به کسی و شیپ بکنیم جایی یا اینکه اصلا مراحل انبار کردن محصول و این چیزا رو داشته باشیم، ولی میدونیم که همه بیزینس های آنلاینی که قانونی هستن باید محصول داشته باشن. بیزینس ما همین محصول رو داره، ما قبلا هم در این مورد صحبت کردیم، ولی 90% از بیزینس ما پشت صحنه برای ما انجام شده هست و اتوماتیک هست و قسمت های بیزینسی و آیتی کار ما ازش یعنی برای ما انجام شده است. ما فقط 10% از کار رو که همین تبلیغات که شما فرمودین هستش باید برای این کار انجام بدیم، بقیهش رو ازش چی میگن برمون انجام شده و هی میخوام کلمه انگلیسی بگم هی میگم ازش، بعد دوباره هی فارسی ترجمه میکنم میخوام بگم ازش taken care شده، ولی نمیدونم فارسیشو چجوری باید بگم. حالا اگر کس دیگه میخواد صحبتی بکنه بفرمایید که بعدش ما دیگه خداحافظی بکنیم با عزیزان که تماشا. نه من فکر کنم خیلی قشنگ همه دوستان مسائل رو توضیح دادن. البته بیزنس ما انقدر وسیع است که با یه صحبت 20 دقیقه نمی گنجه اصلا، یعنی خود محتواش در یه صحبت 20 دقیقه نمی گنجه، ولی مطمئنا در آینده وقت بیشتری خواهد بود که ما این مسائل رو باز بکنیم و اگر که سوالی در ذهن دوستان هست که ما میتونیم بهش به این طریق جواب بدیم، مطمئنا در بحث‌های لایو بعدیمون با کمک دوستان و هم توضیحات ایشون میتونیم مسئله رو باز بکنیم و سوالی اگه در ذهن دوستان هست میتونه کاملا جواب داده بشه. من اجازه بدین این بحث رو همینجا جمع جورش بکنیم و به امید اینکه شب خیلی خوبی برای دوستان در تورنتو و آمریکا و روز خوبی برای من و بلینجی در باشه. یه روز آفتابی قشنگ هم از امروز که واقعا خیلی زیباست، ما داریم روزه آخر روزه اول تابستون رو میگذرونیم و شما برعکس در زمستون هستین. واقعا این تکنولوژی انقدر
همه چیز رو کامپلیکیت کرده، همه رو به هم دیگه رسونده در ضمن کامپلیکیشناش. و امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشید به امید دیدن دوستان عزیزمون. شخصا خودم از دکتر دهرادهان حسینی تشکر میکنم که این زحمت رو آخر شبی کشیدن به ما پیوستن و به این قشنگی توصیف دادن، و همچنین دیوی جان از شما که از سندیاگو تشریف آوردین، تو این مسئله حضور داشتین. من و ملین جان که اینجا هستیم دیگه نمیخواد کسی از ما تشکر کنه چون اینجا هستیم در صورت انجام دادیم در خدمت زندگیمون اینجاست به قولی معروف دیگه، ما هم چیز دائمی هستیم در این مسیر. به امید دیدار مجدد و شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم و به امید دیدار. خدا ممنونم که تا اینجا، ممنون از شما، خدا حافظ همگی. خدا نگهدارم. خدا خدا نگهدارم.